بریتانیا روسیه در تدارک ارسال قطعات نظامی پیشرفته به ایران در ازای دریافت صدها پهپاد انتحاری است بن والاس وزیر دفاع بریتانیا روز سهشنبه روسیه را به برنامه ریزی برای تحویل قطعات نظامی پیشرفته به ایران در ازای دریافت صدها پهپاد انتحاری متهم کرد و از غرب خواست تا برای افشای جزئیات تبادلات نظامی این دو کشور بیش از پیش تلاش کند والاس در بخش دیگری از این بیانیه خود که در مورد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین منتشر شد تاکید کرد ایران به یکی از حامیان اصلی نظامی روسیه تبدیل شده است وزیر دفاع بریتانیا در این بیانیه جزئیاتی از قطعات نظامی که به گفته او روسیه قصد دارد آنها را به ایران ارسال کند ارائه نکرد ولی تصریح کرد روسیه در ازای تامین بیش از 300 فروند پهپاد کامیکازه اکنون قصد دارد قطعات نظامی پیشرفته ای را به ایران تحویل دهد که هم خاور میانه و هم امنیت بین المللی را تضعیف می کند ما باید این قرارداد را افشا کنیم درست مثل کاری که من کردم پیش از این جوزه بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه ای اروپا نیز صبح شنبه از وزیر خارجه ایران خواسته بود که تهران فوراً به حمایت نظامی از روسیه پایان دهد سردرگمی آمریکا درباره حمله روسیه به اوکراین به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید این کشور نمیتواند درباره حمله احتمالی جدید روسیه علیه اوکراین اظهار نظر قطعی کند او گفت ایالات متحده در مورد آغاز یا عدم انجام حمله جدید در اوکراین شاهد نظرات متناقضی از سوی طرف روسی است این مقام دولت آمریکا در ادامه تاکید کرد که ایالات متحده تا آنجا که بتواند برای هر گونه حمله احتمالی مجدد روسیه علیه اوکراین آماده است این اظهارات مقام وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی ریاست جمهوری روسیه بیان شد دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین شایعات مربوط به اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز به بلاروس سفر کرده بود تا برگ عملیات روسیه و بلاروس علیه اوکراین برنامه ریزی کند را تکسیب کرد. روسیه سلاح شکست پذیر پوتین را به کار گرفته است. نیوزویک می نویسد روسیه به طور فعال در حال استقرار جدیدترین سیستم رسمی آوانگارد است که به عنوان یک سلاح شکست ناپذیر شهرت دارد آوانگارد یکی از چندمین سامانه ی تسلیحاتی پیشرفته بود که ولادیمیر پوتین در مارس 2018 اعلام کرد این سیستم توانایی پرواز با سرعت 27 برابر صوت را دارد و قابل رهگیری نیست نویسنده یادآور شود که رهبر روسیه هنگام معرفی آوانگارد از توانایی این سامانه برای انجام مانورهای سریع در مسیر رسیدن به هدف صحبت کرد که آن را در برابر پدافند هوایی و موشکی آسیب ناپذیر می کند. به گفته یه تحلیلگران نظامی آوانگارد بیش از 6000 کیلومتر برد دارد و میتواند کلاهک هسته ای یا متعارف حمل کند علاوه بر این اون قادر است بر فراز قطب جنوب پرواز کند و از جنوب به ایالات متحده نزدیک شود در پایان این مقاله آمده است که آوانگارد برای نفوذ به سیستم دفاع موشکی آمریکا و حمله به اهداف مهم طراحی شده است پنتاگون نشانه ای از ملحق شدن میسک و عملیات ویژه نظامی در اوکراین ندیده است. پاتریک رایدر دبیر رسانه ای پنتاگون روز سهشنبه اعلام کرد که ایالات متحده ای آمریکا نشانه ای از اینکه بلاروس برای مشارکت در حمله نظامی فدراسیون روسیه به اوکراین آماده می شود را نمی بیند. وی در پاسخ به سؤالی در خصوص ارزیابی واشنگتن از سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به بلاروس اعلام کرد ما هیچ داده ای که به ما اجازه مشکوک شدن به وجود هر گونه فعالیت نظامی فرامرزی بلاروس در اوکراین در حال حاضر و یا آینده را بدهد را در اختیار نداریم چندی پیش و در روز سفر پوتین به میسک وزارت خارجه آمریکا در خصوص امکان تحریم های بیشتر در صورت گسترش و حمایت از عملیات روسیه از جانب بلاروس هشدار داده بود در کرملین تایید کردند که پوتین از منطقه عملیات ویژه بازدید کرده است. دیمیتری گفت دبیر رسانه یک کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه از منطقه ی حمله نظامی روسیه به اوکراین بازدید کرده و با فرماندهان نیروهای مسلح گفتگو نموده است. پیشتر آنری گرولوف نماینده دومای دولتی روسیه در کانال تلگرامی خود از اینکه رئیس جمهور روسیه از منطقه اجرای حمله نظامی روسیه بازدید کرده است خبر داده بود این مقام دولتی اعلام کرده اگر وی منظورش ستادی هست که پوتین روز جمعه در آنجا بود بله هفته گذشته پوتین با کار ستاد مشترک تمامی بخش های نظامی حاضر در اوکراین بازدید کرد بنابر اظهارات کرملین پوتین کل روز در آنجا بود و با کار ستاد آشنا و گزارش در خصوص روند عملیات نظامی را شنید و این جلسات و دیدارهای ای را با فرماندهان برگزار کرد CNN آمریکا هفته ای آینده موشک های پاتریوت به اوکراین خواهد فرستاد. به گزارش شبکه خبری CNN به نقل از منابع آگاه، آمریکا به عنوان بخشی از بسته کمک نظامی، سیستم های موشکی ضد هوایی پاتریوت و کیت های ارتقا دهنده بمب های معمولی به بمب های هوشمند را به اوکراین منتقل خواهد کرد. پیش بینی شده که هفته ای آینده این تسلیحات به نیروهای مسلح اوکراین تحویل داده شود. طبق این اطلاعات، بمب های با دقت بالا می‌توانند به اوکراین در حمله به خطوط دفاعی ثابت نظامیان روسی یا سایر اهداف بزرگ کمک کنند البته آنها باید با استفاده از جنگنده ها به کار گرفته شوند که به دلیل سیستم دفاع هوایی قدرتمند روسیه این کار همچنان یک مشکل جدی است هفته گذشته واشنگتن پست از برنامه های ایالات متحده برای تامین تجهیزات بمب های هوشمند به اوکراین خبر داده و همچنین یادآور شد که واشنگتن قصد دارد سیستم دفاع هوایی پاتریوت به نیروهای مسلح اوکراین ارائه بدهد کرملین این اطلاعات را غیرقابل اعتماد خوانده و کاخ سفید نیز این تصمیم را تایید نکرد البته در عین حال آن را تکذیب هم نکرد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین چند روز قبل گفت که مذاکرات با ایالات متحده در مورد ارسال سامانه پاتریوت در مسیر مثبت پیش می رود. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز گزارش داد که ایالات متحده یک بسته کمک نظامی به ارزش یک 8 میلیارد دلار به اوکراین ارائه خواهد کرد که شامل تامین سامانه های موشکی ضد هوایی پاتریوت نیز می شود. انتظار می رود که این تحویل در دیدار شخصی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور در روز چهارشنبه 21 دسامبر اعلام شود البته تاکنون هیچ مقام آمریکایی یا اوکراینی درباره این گزارش ها اظهار نظر نکرده است ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.